امروز اومدیم منطقه 22 غربی ترین منطقه تهران، قره کافه و رستوراناش و محیطش و جای گردشگری و توریستیش رو بررسی کنیم و ببینیم اگه یه روز بخوایم تو منطقه 22 خوش بگذرونیم باید کجاها بریم. پس یادتون نره، همراه من باشید. خب بچه ها، ساعت تقریبا 3 و واسه صرف نهار من گفتم که بیایم به باملند درچه چیت کرد، چون اینجا یکی از خفن ترین پیتزاهای تهران رو میتونی اینجا پیدا کنی، پیتزا چیکن فکتوری. پس اول از این ویو لذت ببرید و بریم چیکن فکتوری. شما پیتزای مخصوص چیکن فکتوری سفارش دادید با پیاز سوخاری که 6 تا پیاز سوخاری داخلشه. پیتزاش خیلی حجیمه و راحت 3 نفر رو سیر میکنه و 2 نفر رو میکشه، این چیزی که مشخصه. روی پیتزاش سیب زمینیه، یه سیب زمینیه حالت مزمزه هستن سوپرمارکتی هایه، همچین چیزی خیلی باحال و نمکیه و متریال داخل پیتزاش انگار متریال پاستاه، مثلا یه جور عجیب غریبیه و خیلی خوشمزه است. پیشنهاد میکنم حتما بیاین اینجا. بچه ببین داخلشو مثلا خامه ایتوریه، مثلا یه حالت پاستایی داره، انگار خامه توش استفاده شده، پره توش قارچه، تیکه های سینه مرغ و خیلی خفنه. انگار داری پاستا پیتزا میخوری یه همچه چیزی و خیلی نرمه، هم نونش هم بالاخره خامه که توش استفاده شده و اون سینه و همه متریال داخلش هم خفنه. باملند کلی کافه و رستوران و جای تفریح میتونید پیدا کنید که به نظرم همه شون تقریبا میشه گفت تاپ های تهران هن و کلی جای تفریح میتونید و یه دونه یو هم اون بره دریاچه هست که حتما بهتون پیشنهاد میکنم که برید. الان که ما اومدیم چون یکم دیره و غذا خوردیم نمیتونیم هیچ کدوم رو بریم چون قطعا بالا میاریم، ولی شما حتما امتحان کنید. خب بچه ها، باملند کلی جای دیدنی داره، کلی میتونید از رستوران ها از کافه هاش لذت ببرید و اینکه بجز اینا یه قسمت زیادی از آیتم های شهربازی رو داره، مثل چرخ و فلک، مثل تاب، این تابایی که میچرخه اسمشو نمیدونم، مثل یو، سرسره بازی، کلی تفریح میتونید فقط و فقط یک روز کامل تو باملند سپری کنید. میتونید برید از کنار دریاچه ریلکس کنید، میتونید قایق سواری کنید و برای یک روز حالا تعطیل حتما حتما پیشنهاد میدم که بیاین دریاچه. تو ویدیو ما نمی گنجید همه آیتما رو نشون بدیم،
و بریم استفاده کنیم، چون واقعا ساعت ها زمان میگید، برای چند روز زمان میبره تا بخوای اون آیتما رو انجام بدید. ولی الان داریم میریم به ایران مال، بزرگترین مال دنیا، یعنی بعید میدونم دیگه بزرگتر از ایران مال ساخته شده باشه. و بریم ببینیم ایران مال چجوریه. ها ایران، سرزمین گنج ها و مفاخر تاریخ شرق، و تهران قلبی در سینه سرزمین رویدادهای ماندگار و نگینی نوپا در قلب پایتخت. ایران مال با دسترسی آسان به شبکه سراسری مترو و دو بزرگراه شهید همت و شهید همدانی. یکی از پوینت های مثبت ایران مال که فضای پارکینگش خیلی زیاده، خیلی، و اینکه پارکینگش هم رایگانه. این چیزیه که توی 99% مالای ایران اصلا وجود نداره. یه سری از مالا فقط درآمدشون از پارکینگشونه، یعنی واقعا مثلا تو تهران. و این واقعا پوینت مثبتیه که پارکینگ رایگانه، با خیال راحت هر تایمی بیاین تو هر تایمی که قرار باشه برید، اصلا دغدغه ذهنی نداری که مثلا جا پارک هست نیست، چقدر برام خرج برمیداره، و با خیال راحت میتونید ایران مال بچرخید. بچه ها، ایران مال با 317,000 متر مربع مساحت یه شهر کامله. هر قسمتش واقعا یه دیدنی محسوب میشه. الان شما این ایوون رو ببینید، اسم اینجا ایوان الماسه. کلی جای دیدنی دیگه داره که قطعا تو یک روز نمیشه گشت، یعنی از حالا چایخونه‌های سنتیش، از حالا نمای اون حوزش، آب نماش، از کتابخونه جندی شاپورش و حتی نمازخونش، انقدر که دیزاینشون زیباه که باید بیاین اینجا و ببینید. روزها باید بیاین اینجا استفاده کنید. حالا به جز اینا، دیزاین مغازه‌هاش که اصلا یه طرف دیگه. خلاصه خیلی خفنه، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که بیاید. تجلی امارت و تجارت و سیاحت، تلفیقی از هنر و فرهنگ و اقتصاد، مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی، مجموعه ورزشی، پردیس عظیم سینمایی، کتابخانه جندی شاپور، باغ رستوران ملل، هتل 5 ستاره فرمونت، باغ روح بخش ماهان و پیست اسکیت روی یخ، ایران مال را به یکی از 5 مال بزرگ جهان مبدل کرده است. در پیکره بندی بازار بزرگ ایران، باغ تعریفی مبنایی دارد. باغ‌های ماهان و دیدار باز تعریف بروز شده باغ ایرانی است که در آنجا مردم گریزان از هیاهوی شهر، بازارگردی را در لطافت نور آسمان و صدای آبشار و عطر گلاب و چای تجربه می‌کنند. ایوان اشراق نه فقط شیدای نور را به تماشای رهگذران گذارده، بلکه یک شاهکار مهندسی با محاسباتی منحصر به فرد است و آنگاه درخشش هنر هفتم و نماد اقتصاد هنر در 13 سینمای مجهز با امکاناتی روزآمد و هماورد با سینماهای مدرن جهان، درکی تازه از کیفیت صدا و تصویر در ذهن بر جای می‌گذارد و تماشاخانه‌ای برای میزبانی هنر زنده. پیست اسکیت روی یخ مطابق با استانداردهای جهانی. بزرگترین هایپرمارکت ایران به مساحت 17,000 متر مربع. پارکینگ طبقاتی با ظرفیت بیش از 20,000 خودرو. جواهری با شکوه از معماری مدرن و نگینی درخشان با نام ایوان الماس. بازاری بزرگ در خور شأن ایرانیان و مجموعه تجاری به وسعت 1,700,000 متر مربع با بیش از 900 واحد تجاری و عرضه معتبرترین برندهای جهانی.
مسجد محمد رسول الله با معنویتی برخواسته از اندیشه و هنر ایرانی اسلامی، بازار سنتی، سرایی با نقش مایه‌های معماری درخشان ایرانی و مکانی بی نظیر برای نمایش و عرضه شاهکارهای دست ایرانیان، تالار آینه، انعکاسی از هنر آینه کاری ایران، کتابخانه عظیم جندی شاپور در بردارنده 67 هزار جلد کتاب نفیس، و احساسی گوارا با طعم لطیف خاطرات شربتخانه های ناب تاریخ، با رستوران ملل با غذاهای لذیذ و متنوع از چهار گوشه جهان. ایران نو از مادر تاریخ زاده می شود و این تاریخ را مردمانی باز می آفرینند که به خود، جامعه و آیندهشان امید دارند. یعنی اگه بخواین فقط ایران مال و دریاچه رو بگردید، باید یه چند روزی وقت بذارید که بتونید به همه چیش یه سر بزنید و خوش بگذرونید. این قسمت اول مشاهده محله بود و واقعا خوشحالم که منطقه 22 رو انتخاب کردم برای ولاگ اول مشاهده محله. امیدوارم که شما هم برید باملند، برید ایران مال، برید منطقه 22 رو بگردید. همه چی توی این منطقه پیدا میشه، چون یه منطقه نوساز جدیده و اصلاً برای جذب توریست و گردشگر این آیتم ها درست شده از طرف شهرداری، چه حالا دریاچه چه مگامال، و قراره کلی اتفاق خفن‌تر بیفته توی این منطقه. قراره یکی از بزرگترین پارک آبیا رو اونجا احداث کنن و خیلی خوبه. بتونه رو هم کامنت کنین که دوست دارید که به کدوم مناطق، به کدوم محله ها سر بزنم، چه تهران چه شهرهای دیگه، اصلا فرقی نمیکنه. من تلاش میکنم که سفر کنم برم شهرهای دیگه و اونجاها رو محلاشو بررسی کنم. خیلی دوستتون دارم، یادتون نره که یه روزی از همین روزا میام محله شما. مخلص. شما یه روزی از همین روزا میام محله شما.